بدن ما بایستی یک ژنراتور برق داشته باشه در مجموع، یعنی باید در اون به جریان الکتریک ایجاد بشه، چون تمام کارهای سیستم بدن ما در واقع یک سرش جریان الکتریک هست. یکی از این غذایایی که وجود داره از نظر ما تبادل یونی و الکترونی با محیط بیرون هست، با زمین و با به هر حال محیط بیرون، و این جریان حالا یا به صورتی که از محیط میگیره به زمین میده و یا برعکس اون، و این جریان در بدن ما این جریان وجود داره، و این جریان که وجود داره یک حوزه هم چیه؟ یک حوزه هم خواهد داشت، و وقتی این حوزه رو داره مثل یک آهنربای الکتریک یک قطب مثبت و منفی هم پیدا میکنه. وقتی قطب مثبت و منفی پیدا کرد حوزه پولاریتی هم پیدا میکنه. شاید هنوز در دنیای علم علت اینه که ما حوزه پولاریتی داریم پیدا نشده، نمیدونن چرا ما حوزه پولاریتی داریم، اما تو این ارتباط که خب شما در جریان اون متوجه مسائلی میشید نشون میده که ما غیر از اینه که هستیم مدارات دیگه ای رو هم داریم، و به دنبال این قضیه در واقع شارژ الکتریک رو خواهیم داشت که این شارژ الکتریک خودش کارهای رو روی فیزیک ما انجام میده. جریان هایی هستن، جریان هایی از انرژی درمانی در دنیا که مکانیزم کارشون اینطوریست که میان میرن در دامنه طبیعت، خب در دامنه طبیعت قرار میگیرن، حالا به اصطلاح خودشون نمیدونن با درخت با زمین با اینا در قرار میگیرن و به اصطلاح خودشون شارژ میشن، بعد من این شارژ روی یکی پیاده میکنن. اینو شنیدین؟ بله. خب این عمده یکی از به اصطلاح شاید مهمترین جریان های انرژی درمانی در تمام دنیا است که برن شاید طرف شارژ بشه در چیز طبیعت قرار بگیره شارژ بشه، بعد بیاد این شارژ روی یکی خالی کنه. حالا یعنی فرد نقش خازن رو بازی میکنه، نقش کاپاسیتور رو بازی میکنه. حالا چه درمان هایی صورت میگیره روی این قضیه؟ صرفا کسانی که در فیزیکشون دچار نقص تبادل یونی و الکترونی هستند این جریان تبادل به اصطلاح الکترون رو میگیرن و یه دفعه میبینن که اون مشکلشون حل شد. اما خب ما هزاران علت برای بیماری داریم، این یکی از این علت ها میتونه باشه، و حالا کاری نداریم که دیگه انتقالات مشکلاتی که بهشون صورت میگیره و اینها به واسطه عدم وجود حفاظ و غیره و این چیزا کاری با این مسئله نداریم، اما علتشو نمیدونن که چرا چجوری شارژ میشن. یک مسئله که وجود داره برای انسان، یکی از علت‌ها این که ما در این عصر بیماری‌های خیلی بیشتری داریم نسبت به قرون گذشته رو اینجا میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و در واقع بیایم بگیم که یه آلودگی جدیدی میتونیم برای اینم یه اسمی بذاریم. انسان با مرور که اومده جلو از اون فیزیولوژی طبیعی خودش جدا شده، همه موجودات به نحوی با زمین در ارتباطن، همه حیوانات همه هر چی میگه با زمین یا بالاخره با محیط خودش در ارتباط خاصی قرار میگیره، اما انسان هم میگه همینطور که اومده جلو به تدریج از اون فیزیولوژی طبیعی خودش جدا شده. مثلا کفش، خب کفش اومده بین او و زمین فاصله انداخته، حالا این کفش میتونه کاملا هم عایق باشه کاملا یا چیز باشه،
جلوی تبادل ایونی و الکترون رو بگیره. ارتفاع، خب مثلا شغلهای مثل خلبانی، مثلا فرض کنید که زندگی در یک زیردریایی، زندگی در ایستگاه فضایی، اون قطع چیز رو ایجاد میکنه که فرد در ارتباط و تبادل ایونی و الکترونی قرار بگیره. یک ساعت پرواز خستگیش معادل 5 ساعت روز زمینه. یعنی خستگی که ایجاد میکنه در واقع چند برابره چه روی زمینه. البته اینا علت ها رو نمیدونن که مسئله چیه. این ارتفاعی که ما اینجا داریم، خب این ارتفاعی که ما اینجا داریم هر یک ساعتش 5 برابر اون پایین ایجاد خستگی میکنه. و یکی از معضلات در ایستگاه فضایی، البته نمیدونن، یعنی در واقع این قضایا مسائلی است که باید شناخته بشه. همچین چیزی تو علم، تو دنیای علم چیز نداره، شناخته شده نیست، هنوز نمیدونن چرا. ولی یکی از معضلات در همچون مثلا فضاهایی خستگی مفرط وحشتناکیه که اتفاق میفته. خب حالا زندگی در آپارتمان ها نمیدونم همه اینا به نوعی دوباره اون مسئله رو داره که ما از اون فیزیولوژی طبیعی خودمون جدا شدیم و در واقع تبادل یونی و الکترونی ما مختله. حالا همه گیاهان، میوه ها، همه چیز در این به اعتقاد ما در این تبادل یونی و الکترونی هستند. و به اصطلاح بعضی از این به اصطلاح میوه ها چیز شارژ هوایی دارن، بعضی ها شارژ زمینی دارن. اونایی که شارژ هوایی دارن اونایی هستن که عمدتاً ما میگیم که گرمه، مثل خرما، مثل نمیدونم نارگیل، موز و غیره. اونایی که شارژ زمینی دارن اصطلاحاً بهشون گفته میشه طبع سرد دارن، مثل گوجه فرنگی، خیار. خب حالا دیگه این باید ببینیم به اصطلاح ارتفاع خود چیز مهم نیست، مهم اینه که کدوم شارژو به اصطلاح داره. شاید نه، این طبع گرم و سرد و شاید همه دوستان تجربه کرده باشن و میدونن که در واقع اینطوری هست. شارژ هوایی و زمینی با هم سازگاری نداره. مثلا فرض کنید که گوجه فرنگی با خرما، نمیدونم حالا اینا که گرم و سرد و اینا هست، اینا با هم خورند زیادی ندارند و ایجاد نابسامانی مثلا دیگه. حالا اینا چیزایی که پیش میاد تو این رابطه شاید از این طریق کاملا قابل توجیه بشه که چه مکانیزمی. اونا دلایل و توضیح ندادن، میگه که آره اینه، اما ما چرا اینطوریه؟ ما داریم چرا میگن این میوه گرم اون سرده؟ خب ما داریم در واقع در حاشیه، چون ارتباطی هم به غذایمون نداره، ولی در حاشیه داریم این توضیح رو میدیم که غذایای ما اینطوریه و ما از یک نقطه نظری در نقصان هستیم. همه انسان ها در این عصر از نقطه نظر اینی که ما دچار نقصی هستیم که تبادل یونی و الکترونی بدنمون کامل نیست. ما ساعت بسیار زیادی رو در واقع جدا از زمین هستیم و این تبادل یونی و الکترونی رو مختل میکنه. حالا دیگه در اون مثلا اون سیستم انرژی درمانی از زمان قدیم الا هرچی با تجربه این چیز رو پیدا کردن که این شارژ میتونه چیکار بکنه، این قضیه رو انجام بده. و خب به هر حال شده یه تجربه. در اینجا ما در یک ارتباطی قرار میگیریم
که این ارتباط چند تا کمک به اون میکنه، که خب بحث شارژش که اصلا سر جای خودش، اما بحث در واقع پی بردن به این مدار، پی بردن به اینی که آیا همچین مدار هست نیست چطوریه، این هم در واقع کمک میکنه که از این زاویه ما بتونیم یه نگاهی داشته باشیم و این قضیه رو کم و کیفش رو مطلع بشیم، ببینیم چطوریه. چیزی رو که خب هنوز در دنیای علم وجود نداره، ولی خب میتونیم ما بهش نزدیک بشیم، خلاصه رویتش کنیم، منتها نه رویت چیز، رویتی که بله همراه با درک این قضیه است. خب اولین ارتباط رو برقرار بکنیم، حالا تا بحث‌های حاشیه‌اش رو دوباره ادامه بدیم، از وقت استفاده بکنیم. منتها این ارتباط رو بهتره که کفشامون رو در بیاریم. ببینید اینجا مهم نیست، اینجا استارت میزنیم، اما اصل این ارتباط، شرایط ایدئال این ارتباط اینه که ما بتونیم یه جایی با خاک در ارتباط باشیم، با زمین در ارتباط باشیم، یه جایی مثل تو پارکی، مثل نمیدونم حالا در دامنه طبیعت، یه جایی که حالا به هر حال بحث زمینه در ارتباط قرار بگیریم، اون شرایط ایدئال این مسئله است. مثلا فرض کنید که خود آسفالت تبادل یونی و الکترونی بسیار 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 ضعیفه، خب و سعی بکنیم یه جایی باشه که هر چی به طبیعت نزدیک تر میشیم، چمن پارک میدونم حالا به هر حال همه این چیزا. اون که عرض کردم بحث مشکل حفاظ ها، اصلا بعد از اینه که چیز میکنن تخلیه میشن، خودشون تحلیل میرن و حالا اگر یکی دو سه بار پوسیدن مثلا به شدت دچار خستگی و تحلیل رفتگی میشن. خب اما ما اینجا از این نقطه نظر این که هم شناخت این قضیه که خب شناخت خودمونم میشه و بحث بعدی اینه که میزان کردن این تبادلات یونی و الکترونی که اگر خودمونم نیاز داریم این مسئله رومون در واقع کار انجام میشه. و به هر حال برای ما مطلب مهم شناخت قضیه است، دقت می‌فرمایید، مطلب مهم شناخت قضیه است. و یه قضیه دیگه اینه که ما هر چی زمان میگذره به این قضایا، مخصوصا این مسئله، یکی از آلودگی‌های مهمه در واقع ما براش از این نقطه نظر هم یه اسم گذاشتیم، یه اسم هم میتونیم بگذاریم، به هر حال به نوعی اینو آلودگی هدایتی که توصیف خاص خودشو داره و انسان درگیرشه، اینم در چیزیست که در آینده انسان باش برخورد میکنه. و با توجه به اینکه روز به روز نحوه زندگی انسان ما رو از اون طبیعت اصلی خودمون بیشتر جدا میکنه، لازم هست که تجهیز بیشتری پیدا بشه. مثلا زندگی در یک ایستگاه فضایی حتما مستلزم اینه که به این دیدگاه ها مجهز باشن، حتما به این اتصالات و ارتباطات مجهز باشن تا بتونن جبران این کسری تبادل یونی و الکترونی رو داشته باشن. من عرض کردم خدمتتون، مثلا فرض کنیم که پروازهای طولانی، نمیدونم این شرایط که به شدت اثر میگذاره روی حالا گروه پروازی، اونا که مدام توی پروازه، حالا مسافر خود یک باره، و هر جایی که ما در واقع جدایی از قضیه رو داره، مثل همین سکویی که اینجا هست، خب این سکو همون کار رو میکنه، در واقع تبادل چیزی نیست با زمین. ببینید بحث تغذیه، اصلا اینجا بحث تغذیه در واقع نیست. یک موضوعی که هست اینه که سیستم بدن ما یه جریان الکتریکو داره، این جریان الکتریکو وقتی داره، جریان که داره حوزه داره، حوزه دوباره این کشش یونی رو به خودش میطلبه که در واقع از یه جا بیاد، از یه جا تا این جریان الکتریک در واقع جاری باشه، جریان الکتریک به تبادل یونی و الکترونی محتاجه، و اگر منقطع بشه
ایجاد اشکالاتی خواهد شد که یکی از مشکلات انسان امروز همینه. اینقدر بیماری زیاده، اینقدر انسان آسیب پذیره، اینقدر اوضاع احوالش در واقع به هم ریخته است نسبت به خب به اصطلاح قرون قبلی. یکی از دلایلش اینه، یکی از مسائلش اینه که خب میتونیم جبرانش کنیم. جرم بود استاد، حتی نوع شارژ زن و مرد هم با هم فرق میکنه. زن ها 90% از زمین شارژ میشن، آقایون 90% شارژ یونی رو از هوا و امواج به صورت کیهانی دارن. نوع شارژ هم در مثلا جنس زن و مرد هم تفاوت میکنه. ببینید باز دوباره در دو باز شما هر طور که به اصطلاح چیز بکنید اون نوع انرژی هایی که چاکراها میگیرن اون با این تبادل، این در واقع این انرژی نیست، این دیگه تبادل های یونی و الکترونیه. اون انرژی ها که نوش فرق میکنه چاکراها از فضای کیهان و اینا میگیرن با این بحث کاملا متفاوته، کاملا مجزاست. این موضوعش که به طور کلی دو دستن فرق نمیکنه. ممکنه خانما از این دسته باشن، آقایون باشن، به هر حال از هر دو دسته فرق نمیکنه. مثلا اینه که خانمایی هستن که تب سرد دارن، آقایون هستن که تب سرد دارن و بالعکسش، فرق دیگه اینجا نمیکنه. اون موضوع موضوع دیگه ایه، اون موضوع موضوع چاکراها و انرژی های کیهانی است. بیشتر بحث ما زمینه. این ور چون بالاخره فضای پیرامون ما به اصطلاح چیز تبادل یونی و الکترونی رو هست، ولی از یه طرف دیگه بسته است، عایق. جریان الکترون ها خب یا یون ها در واقع چیز مشهودی نیستن، درسته؟ وقتی یه جریان یون بیاد به بدن ما برخورد میکنه مثل این که همین آسمانی که میبینیم سنگی توش حرکت بکنه، خب به جایی برخورد میکنه. یعنی انقدر بدن ما در مقابل حرکت یون و الکترون ها منفذ داره که حد و حساب نداره. بنابراین این فقط کافی، بله دیگه، بله این میاد. البته ناگفته نماند یه خبر کلی که چند سالی در بلوک شرق حوزه بیوپلاسما کشف شده. حوزه بیوپلاسما حوزه ای است که در اون یونهای آزاد در جریان، ولی چیز دیگه ای نمیدونن که خب این قراره چیکار بکنه. یعنی ما یه حوزه داریم که یونهای آزاد در اونها هستن، ولی نمیدونن که این حوزه قراره که چیکار بکنه یا چی میشه. در واقع این وقتی که چیز وجود داره یک جریان مکش، حالا یا از این ور یا از اون ور یک جریان مکش پیش میاد، ولی وقتی این وجود نداره جریان مکشی نیست. جریان مکش در واقع بایستی حوزه‌ای وجود داشته باشه تا جریان به وجود بیاد. این موضوع. دوستانی که این حوزه رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. خب بود همچین حوزه‌ای دورمون یا نبود؟ خب پس ببینید که اینا شاید الان مثلا بعد قابل عکس برداری الان نباشه. اگر که قرار باشه اظهار نظرهای چیزی گفته بشه، ما یون اضافی نداریم. ما در واقع وجود ما با کمبود یون و الکترون در واقع مواجه، یعنی با رکودش. و این مسئله فرزند وضو یا مسائل دیگه‌ای میتونه حوزه پولاریتی تغییر ایجاد کنه، میتونه روی چاکراهای فرعی ایجاد چیز بکنه. تششعات جذب شده میتونه تأثیر بذاره و خیلی از این قضایای، یعنی شاید دلایل یا مسائل متعددی رو داشته باشه، یکی دو تا سه تا شاید نباشه. یک حرکتی که انجام میدیم زنجیروار روی خیلی از مسائل تأثیر میذاره. خب مثلا فرض کنید در مورد غسل تداخلات حوزه های مختلف انرژی رو ممکنه روش تأثیراتی رو بگذاره. اصولا ما در معرض هستیم، منتها یک سیستم اتوماتیک خود بدن که این چیزو داره،
و باید توی اون رابطه خودشون جریان پیش بیاد. خب حالا دیگه چقدر از این قضیه از طریق تنفس مثلا ممکنه صورت بگیره نگیره، اینا دیگه خب خودش بحث دیگه است. اما الان اگه اینجا متوجه شده باشین، دیدین که ما یک جریانی راه افتاد و این میدان رو هم متوجه شدین و این میدان حوزه پولاریتی نیست. تازه بعد از اینه که حوزه پولاریتی شکل میگیره، یعنی یک قطب مثبت منفی ایجاد میشه، یعنی ما مثل یک آهنربای الکتریکی در واقع در میان بیرون و این آهنربای الکتریک مسلماً تجمعات یونی و الکترونی رو هم خواهند داشت، مثل خود حوزه مغناطیسی زمین که به اصطلاح یونهای آزاد رو جمع میکنه و شفق قطبی وقتی نور میخوره این ذرات رنگ قرمز پیدا میکنه و شفق قطبی رو تشکیل میدن. جانم جان، خارج شدن این نیرون‌ها فقط با خاک یا با کره زمینه؟ یعنی مثلا کسی که در طبقه دهم یه ساختمان داره زندگی می‌کنه می‌تونه این جبه خاک بخواد بره پشت بذاره توش حل، یا اینکه باید با کره؟ ببینید اصولاً دوباره خود اون خاک برای یه جایی این چیزو در خودش داشته باشه تا یه مدتی داره، تا دقایقی مثلا ببینید که خودش ولی برازیده اگر نرسه دیگه تبادل صورت نمیگیره دیگه. اون خاک ببینید اون خاک خودش میشه مثل یه خازن، مقداری در خودش ذخیره یونی و الکترونی داره مثل خازنه، ولی وقتی تخلیه شد دیگه خازنی است که تخلیه شده دیگه نداره، دیگه از حالا بعد میگیره، باید بگیره. مثلا یه شما همین وقت ما تو طبیعت میریم اینقدر آرامش داریم به خاطر این تبادلات؟ بله، در واقع ما در دامن طبیعت از نقطه نظر مختلفی ترمیم میشیم. یکی از نقطه نظر حوزه پولاریتیه، یعنی دیگه در اونجا آهن و تیر و از این نمیدونم به هر حال ستون و تیرک و چی و اینا نیست، ما در حوزه طبیعی پولاریتی قرار میگیریم. یکی دیگرش تبادل یونی و الکترونیمون میتونه تکمیل تر بشه و اونجا احساس فرش شدن و سرحال شدن میکنیم. بعضی ها ممکنه تصور کنن که مثلا فرزن میرن کوه، این به خاطر هوای تازه است، اکسیژن، در حالی که هرچی میریم ارتفاع بالاتر اکسیژن کمتر میشه، ولی ما سرحالتر میشیم. این به خاطر صرفا هوای تازه نیست، هوای تازه و اکسیژن و اینا هم خوب تأثیر داره، ولی عامل عمدهش به خاطر مسائل دیگه است که از دید ما پنهانه. در واقع ما به اون بخشا چیز نداریم، صرفا هوا رو بهش توجه میکنیم. چند بار اولی رو که ما اصولا وقتی میایم توی یه همچین چیزایی، چند بار اول رو ممکنه تا این بالانس شدن پیش میاد ما در یه چیزایی قرار بگیریم، حالاتی پیش بیاد که اون برعکس اون چیزی رو که ما میگیم. ببینید که الان هنوز تازه شما نیاز دارید مکش بشه، هنوز نیاز داشته باشین که در واقع کاری بشه. حتی بعضی موقع شما با اولین چیز یه دشوار صورت میگیره، یعنی در واقع شما به عللی بیش از حد لازم، مثل خازنی که بیش از حد لازم در خودش ذخیره یونی داره، حالا به هر علتی، مثلا فرض کنید که ممکنه قضایایی مثل ببخشید عادات ماهانه حتی روی این قضیه تأثیر بذاره، روی این قضیه شارژ یونی درونی میتونه تأثیر بذاره و در یک پریودایی، حالا در آقایون به این صورت، در خانما به این صورت، در یک صورتهایی ما یا با اضافه به اصطلاح بار یا با کاهش شدید به اصطلاح همراه باشیم و در وهله اول شما یه دشارج چیز و بعد از اون مراحل بعدی حالا تازه میاد و چیز میشه. تو ارتباط بعدی شما میتونید به ما گزارش بدید ببینیم که حالا بعدش چطور شد. آماده هستین ارتباط دیگه هم بگیریم؟ فقط مال خودتونه، ولی دیگران به صورت آزاد میتونن در طبیعت از این قضیه استفاده بکنن، ولی ارتباطش
ارتباطش فقط مال خودتون. حالا شاید یک روزی انسان همه کفش‌ها رو بریزه دو پا برهنه در پا برهنه را بیفته این ور اون ور. خب اینا یه تجاربی است که خب در واقع داریم هست و شما الان فرمودین این تجاربی است که هست. منتها در این ارتباطی که میگیریم، در این ارتباط به نوعی جهت یافته این قضیه دنبال میشه که حتی ما حوزه را هم حالا عمده دوستان میتونن حتی خود حوزه را هم مشاهده کنن. این خیلی مطلبه. بحث یونهای آزاد، یونهای آزاد عرض کردم خدمتون، ما حوزه بیوپلاسما در بلوک شرق چند سالی است که به هر حال پی به این حوزه بردن که ما یه حوزه داریم، یه اتمسفری داریم دور به اصطلاح بدنمون که از یونهای آزاد تشکیل شده. حالا این یونهای آزاد باید راه تبادل داشته باشه. خب راه تبادل باید داشته باشه از این نقطه نظره و یک به اصطلاح رادیاتور، یک شوپاژ، نمیدونم چی، نمیدونیم چقدر از این قضیه رو میتونه حل و فصل بکنه، ولی میدونیم طبیعت به خوبی این کار رو انجام میده. همه حیوانات، گیاهان، همه با زمین در ارتباط هستن. خب اونا که دیگه در واقع این مکانیزمی که روی ما هست باید روی همه باشه. اون سطحی از بدن ما که با زمین تماس داره مهم حتما پا باشه یا دست یا وسعتش. مثلا ما اگه رو زمین بخوابیم بهتر. ببینید همه اینا به هر حال در نوعی تبادل ما رو قرار میده، ولی معمولا خب ما یعنی انسان خب بیشتر از طریق پا با زمین در تماسه و اگر حالا اون یه ذره نمیدونم به هر حال یه ذره ارتباط و چیزام نبود که دیگه نه دیدیم که اینجا دو داد و میبینید که به دو صورته و اینا این، ولی به طور کلی معمولا چون حوزه اینطوریه، حوزه اینجوریه، معمولا خاصیت حوزه اینطوریه دیگه، این جریان هست، معمولا بیشتر از دو سمته که این قضیه انجام میشه معمولنش. ببینید به هر حال ما توی این بخش یه چیز پیچیده‌ای داریم، یه قضای پیچیده‌ای داریم که به صورت‌های مختلف این نیاز ما رو مرتفع میکنه از این نقطه نظر. یه موقع اپایی میکشه، یه موقع بالا میکشه و برای به چه صورتی میتونه این شکار رو انجام بده عمل میکنه. جانم بفهم ارتباط حالا دیگه تو این رابطه یه مسئله پیش میاد که در واقع به طور طبیعی یه جوری ما مرتبط میشیم که کاری رو به اصطلاح انجام بدیم تو همین رابطه. دیگه بالاخره میبینید که یه کارهای صورت میگیره دیگه. استاد اون قسمتی که شما فرمودین حتما از زمین باید این انرژی رو ما بگیریم، منتها اون سکویی که شما ایستادین اصلا بحث انرژی نبودا. نه انرژی منظور همین فراموش... بله اصلا فراموش نکنید بحث انرژی نبود، اینجا بحث در واقع شارژ یونی و اینها بود. این قسمتی که شما ایستادین اگر از چوب باشه فاصلش با زمین تا فلز باشه این تفاوت داره، چون ما میگیم چوب معمولا انتقال میده. ببینید اینجا در واقع موکتی که هست، عایق، دو لایه موکت، عایق، باز بعدش هم چوب و خب فاصله هم داره، ارتفاع هم داره. به هر حال البته بحث کلی قضیه بود، مثلا گروه پروازی و بعد بحثی که در آینده مرتب، یعنی وضعیتی پیش میاد که شرایط زندگی ما مرتب داره میره به سمت مواد مصنوعی، موادی که به اصطلاح این قضیه توش به اون صورت انجام نمیشه، ولی بایستی ما بتونیم، بایستی یعنی تجهیز داشته باشیم به هر حال امکاناتی که این نقایص رو جبران بکنیم.